بله. سلام عمه، بهزادم. شناختم، کارتو بگو. مثل که بی موقع مزاحم شدم. اگه بهت بر نمیخوره باید بگم بله. میگم بهتون حق میدم از دستم دلخور باشین. ببین من سرم خیلی شلوغه، میشه بری سر اصل مطلب؟ چاش، فقط قبلش میخواستم ازتون تشکر کنم. بابت چی؟ بابت محبتی که قراره در حق سریا و منوچهر بکنین. سرپرستی بچه از بهزیستی رو میگم. اونا لیاقت پدر مادر شدن رو دارن. امیدوارم همینطوری باشه. کارت همین بود؟ نه، میخواستم بگم که عمو یه دونه وصیت‌نامه داره که دست وکیلشه. چه وصیت‌نامه‌ای؟ نمیدونم چه وصیتی، فقط به من گفتن که خانواده رو دور هم جمع کن بیان وصیت‌نامه رو بخونن. کی؟ زمان دقیقش مشخص نیست، اما بعضی که با من هماهنگ کردن بهتون خبر میدن. خیلی خوب، باشه، منتظرم. خداحافظ. خداحافظ. چاکرم، چاکرم، سلام، خیلی سلام، خوبی؟ 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 این همه زحمت کشیم برای کل بچه ها بودیم. خب، رنگ رو خود گونه های سرخ میگه که انگار پاک شدی. اگه پاک شدم، اگه بهتر شدم، همش به لطف شماست. خودتو باور کن، پسر جان. پاک شدی چون خواست ارادت این بوده. حالا هم بجم، وقتی ما برگردیم کلی کار نیمه تماس باید انجام بدیم. چیه، چرا گریه میکنیم؟ نکنه اتفاقی افتاد من در جریان نیستم؟ نه آقای دکتر، گریه دلتنگیه. سینا جان، بچه که بودیم چرخ و فلکی میام از سر کوچم. بچه ها میرفتن سوار میشدن، اما برای خواهرام چون پول نداشتیم نمیتونستیم سوار شیم. وای میستادیم یه گوشه از دور تماشا میکردیم. از اون روز به بعد دیگه چرخ و فلک زندگی مراد دل ما نچرخید تا اینکه شما اومدید تو زندگی. الان دیگه اوضاع توفیر کرده. کاش میموندی، به تو خیلی عادت کردیم. مسخره است، انگار اعتبار آدم به بودنش نیست، به دلهورسی تو نبودنش ایجاد میکنه. ای بابا سینا جون، تلفن و اینترنت واسه همین وقت هست دیگه، از احوال هم که بیخبر نمیمونیم. ببین سینا جان، ای روز مهربونی کردی بیمهنت، لذت بودی بیگناه، بخشیدی بدون شهر، بدون اون یه روز واقعا زندگی کردی. خیلی خوب، هرچه زودتر بیا اینجا بیرون برای همچین روزایی. چشم. بفرم بشید رو بایشه. بفرم اما کنم بفرم. آخه نمیشه ما بشینیم شما. ما الان این کتو میام. حالا درست تکلی پرده بود شدی، ولی اون سنگینه بذار کمکت کنم. بذاری منم بیام کنم. چی شد این آقا؟ چی شد؟ خوبی آقای دکتر؟ بشین آروم بشین همینجا. بابا یه اسپاس برفت. میخوام بگم دکتر بیاد؟ خودم دکترم، دکتر چیه؟ شرف نزمش. بابا یه اسپاس من رفت میشه. خب بله، اصلا خوبه، خیلی هم خوبه. چی خوبه آقای دکتر؟ تو خانواده دار آدم که همه شوخی بود آقای دکتر؟ نه، خانواده که دار آدم که هم میشن و همسر، حال آدم خوب میشه.
سلام. خوبی شما؟ خوبی؟ خیلی ممنون. همه اومدن؟ همه اومدن منتظر شما. بفرمایید. همه اعضای خانواده تشریف دارن؟ بله بله جناب وکیل، جمعمون جمعه. فقط مهد و خانم تشریف نیاوردن. مادر زن بنده، زن داداش آقای احسان خدا بیامرز، سرای جانم که تشریف آوردن، همسر بنده. ولی من تاکید کرده بودم که همه خانواده باید باشن. من به نیابت از مادر در خدمتتون هستم. متاسفانه ایشون حالشون خوب نبود، نتونستن تشریف بیارن. خیلی هم معذرت خواهی کردن. بسیار خب، اگه بقیه مشکلی نداشته باشه من خب کارامو شروع کنم. مشکلی نیست، شما بفرمایید شروع کنید. قضیه برمیگرده به زمانی که مرحوم فروزانفر دچار اختلال بینایی شده بودن. یه روز اومدن دفتر من، ازم خواستن که براشون یه وصیت‌نامه قانونی تنظیم کنم. ببخشید سوال میکنم، در مورد همه اموالشون؟ نه خیر، من خدمتشون گفتم که طبق قانون هیچ کس نمیتونه بیش از یک سوم اموالشو وصیت کنه. اینکه ایشون تصمیم گرفتن که یک سری اسناد با نظر خودشون تنظیم بشه. کدوم اسناد؟ اجازه بدیم خدمتتون عرض میکنم. سه تا چک هست، یکیش به مبلغ 8 میلیارد ریال در وجه های بهزاد فروزانفر، چهار میلیارد ریال در وجه سرکار خانم ثریا فروزانفر و 1 میلیارد ریال در وجه خانم مهدوخت وندزاد. لطفا اینا رو دست به دست کنید که همه رویت کنن. ببخشید جناب بیات، اون وقت این پولا بابت چیه؟ بابت اختلاف قیمت زمینای سعادت آباد. فلواقع برمیگرده به همون خورده حسابایی که ابوی و عموی مرحومتون با هم داشتن. اینم بگم که مبلغ چکا همه به روز محاسبه شده. واقعا نور به قبرشون بباره. آقا حسام یه مرد بود، یه مرد تمام عیار. اینم سند یه قطعه زمین 1000 متری تو کرج به نام سرکار خانم فاطمه فروزانفر. مال منه؟ بله، بابت همون ارث و میراث پدری. ولی من بهشون گفته بودم که من هیچ چشم داشتی ندارم. حتی ایشون برای آرامش خودشون این وصیت رو کردن. خدمت شما. بله. اینم یه نامه به خط و امضای مرحوم فروزانفر که تمام مطالبی که بنده گفتم توش نوشته شده. برای اینکه یه وقت خدای نکرده شک و شبهه‌ای هم به وجود نیاد، مهرموم شده تقدیم شد. نگار. بله ماما. ماما جان پاشو حلوا رو بچرخون، ثوابش برسه به روح پدرت که برای همه خیر و برکت داشت. خدا رحمتش کنه. واقعا روحش شاد. خدا رحمتش. بی زحمت اینا رو بدین رسیدش رو امضا بکنم. چرا اشتباه کردم؟ بفرمایید. مزاحم نیستم زنم. نه چای بریزم برات؟ نه ممنون. بفرمایید خدمت شما، پیش شما باشه بهتر. مگه این همون پولی نبود که به خاطرش علیه همو شکایت کردی؟ خب بهش رسیدی، هر جور که صلاح میدونی خرجش کن. من اگه شکایت کردم فقط به خاطر روشن شدن حقیقتی بود که توسط خودمون برملا شد. بهزاد جان تا الان دیگه داماد منی،
این پسرم میمونی. گوش اگه عزیزه، گوشوارش هم عزیزه. با بهار برای من هیچ فرقی نداری. شاید به خاطر اختلافات گذشته ازت دلخور باشم، اما دشمنت که نیستم مادر. امیدوارم همینطوری باشه که میگی. با اجازه بیزا جان، اینو ببرش. شب دکتر بگیر. چش کن جلوی پالتات هم ببند، هوا خیلی سرده. بله آقا. باز چیه؟ دل کندن از این خونه بس چیون کندن میبونه. خیلی سخت دادم اینجا رو با یک دنیا خاطره بذاره و بره. خاطره که قاب عکس رو دیوار نیست جا بمونه، همیشه و همه جا با آدمه. الانم بهتر عجله کنیم تا فرودگاه خیلی راهه ها. آقا نعمت. بله خانم. جون شما این خونه دیگه. خیالتون راحت. خواهرم میاد سر میزنه. خودت هم باهاش کار داشتی، تلفنشو که بهت دادم دیگه. چش. دست در. خواهش می‌کنم. سلام. دکتر تشریف نمیاری؟ سرما می‌خوری یا؟ خب آقا نمت، هم بدی خوبی هم دیدی حالا ما غیر از خوبی چی نشون نید. بریم سلام. شب شما بخیر. خواب بودی؟ بابا خوابه کی؟ این همه ما وقت داریم واسه خوابیدن، فردا میگیریم توی یه وجب خاک میخوابیم با هزار تا آرزو و کار نکرده. بیستوف شدی تو هم نصف شبی؟ نه خانم جان، اقتصاددان شدم. بیا بیا بشین جان، بشین. نگاه کن چطوره؟ این چیه؟ با آخه تو چجوری سرممیزی داری مالیاتی؟ واقعا نمیفهمی این چیه؟ وا سرممیزی مالیاتی چه ربطی داره به خط خرچنگور باقی علم اجنه تو؟ ای 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 همونه که هشتمون گرون مهمونه دیگه. سایا بر زمین این خونه چنده؟ نمیتونم. حالا شما فرض بگی دوازده. خب میدونی همین خونه ای که ما الان توش نشستیم که یه روز برقش قطعه، یه روز آبش قطعه، فاضلابه زده بالا داره رو سرمون خراب میشه، چه جواهریه؟ خب که چی؟ سریا موقعیت زمین این خونه تجاریه، یعنی اگه اینجا رو بکوبیم حداقل هیچی نباشه میتونیم 12 طبقه دو واحده مسکونی تجاری روش در بیاریم. دلت خوشه ها؟ با کدوم پول آخه؟ بابا پول میخواییم چی کار؟ اصل گنج زمین همین خونه است. تو میدونی تو همین یک سال گذشته من چند تا آدم بساز بفروش در این خونه دک کردم تو موقعش برسه؟ الان موقعشه؟ آره دیگه. آها چش دوختی به این چندرغازی که از امو به هم رسیده. حالا گیرم من قبول کردم، با 400 میلیون میشه برج ساخت.
بابا پس تو نگرفتی چی شد؟ قضیه خیلی ساده است. اون آدمی که میاد برای مشارکت تو ساخت از ما که پول نمیخواد که. بابا ما داریم زمین میدیم. زمین از ما ساخت از اونا. ما اینجا تحویل میدیم میریم به مال کارمون. یه سال دیگه میایم کلید تحویل میگیریم. کلید 12 واحد تجاری مسکونی که البته با این نقشه‌ای که من طراحی کردم طبقه اول رو برای مامان در نظر میگیریم، یه واحد که راحت باشه، اون بالا هم یه پنت‌هاوس خوشگل برای خودمون دوتا که ویوش به چهار اطراف تهران باشه. حالا با 400 تومنه اون 400 تومن هم برمیداریم دست مامان هم میگیریم میریم کجا؟ بهترین نقطه شمال شهر، یه جای درندشت 400-500 متری رو رن میکنیم، یه جایی که مثلا شب که سطح نو آشغالی تو برمیداریم یه بیرون بذاری سو سطح آشغالی یه نگاه میکنیم ای در خونه همسایه وا شد، این کیه؟ این دکتر فلانی متخصص و جراح با آشغال اومد بیرون، اونوری وا میشینی ای یکی ساشغال هم دسته اینه، این کیه؟ کله گنده صادرات و واردات، این کیه؟ اینم خودروساز، اینم آشغالش آورده، هر سه آشغال به دست میرید تو همین سلام علیکای آتا آشغالیه که اینطوری میشه، آدم بزرگ میشه، پیشرفت میکنه، کم کم ما با هم بده بسون میکنیم، رفیق میشیم، شما با زناشون دورای زنونه میذاریم، من باشون میرم نمیدونم اسکی بازی میکنم، نمیدونم گلف بازی میکنم، سوارکاری میکنم، بعد اینجوری کم کم اینجوریه که آدم با بزرگون میشینه و شکل میگیره رابطهش. حال کردیم ها؟ چی میگی؟ شطور در خواب بیند پنبه دانه آقا منوچهر. یعنی چی بابا واسمینم؟ کدوم خواب است واقعیته؟ ببین گفتم که من باید کاملا روی این قضیه تمرکز کنم. اولا من دوتا مشکل دارم، یکیش بچه هست که تو گفتی اصلا نمیخوای. کی من گفتم؟ بابا اون مال اون موقع بود که عزت گرفتاری داشتیم، کی گفته نمیخوام؟ همینه دیگه میگم چشیدو وا نمیکنی، یه دقیقه تمرکز نمیکنی عزیزم. این نقشه من 4 ساعت وقت گذاشتم، حالا شما نگاه توی اتاق بکن من چی نوشتم؟ نوشتم کی. یعنی چی؟ یعنی اتاق کودک. اسمش چی بوده؟ نه قربونش برم اون دختری که همه خانم گفته بود اسمش چی بود؟ صدف. صدف بیا کی اس اتاق صدف. اینم از این دیگه. خب دوم این که به هر حال مامان و بهزادم توی خونه سهم دارن، بدون رضایت اونا که نمیشه منوچه. ای بابا گفتم حالا چی میگه؟ آقا بهزاد با من، بهزاد پول بدش میاد، اونو شما کاری نداشته باش، شما برو مامانه بپس. خب به هر حال من باید بیشتر فکر کنم در مورد این 400 میلیون. کل داراییمون تو زندگی همین پوله، فقط نمیشه که همینطوری بدم دست تو برج بسازی. چه میدونم والا. چی گفتی بده دست من؟ ای خودت خوابی بابا، وایس داریم حرف میزنیم بابا. چه فیسی من که نمیفهمم تو سر یه بچه آبا. خیلی خواه، حالا دیگه مامانو بیدار نکن. باشه ال کنیم بل کنیم فکر کنیم، حالا من برای این چهار باشه اون تک نکنم. خب یه چیزی داری میگی دیگه همینطوری برای خودت. خب، خانم، تو همینجا به شما زحمت دادیم، تشریف آوردین، خیلی ممنون. اختیار دارین آقای دکتر. سفرتون به خوشی باشه. مراقب خودتون باشه. خب، همه خانم عزیز، من یه دوستی دارم به خود فیلسوف مسلکه، اما یه جمله ای داری که خیلی به دل من میشه. میگه ما همه مسافرهای کشتی طوفان زده ایم که فرجامی جز غرق شدن نداره. پس به تو توصیه میکنم تا لحظه که میتونیم آسمون رو نگاه کنیم، آبی دریا رو ببینیم، گلا رو بکنیم و همدیگر دوست داشته باشیم، از این سفر لذت ببریم. حتما. بازا به خودتون باشه. شما هم همینطور حواست دعا بکنید. خدافز. بریم کنم. برای خیلی با از مسافرین با فرمه پرواز شما یه سیف شانس پنجه توپیمه یه مانده به ناصر جابه دعوت شده. جان سان خوشم با همه. خوشم یه
سلام آقا سینا، نیک خواهم. باش، فرمایش. چیه؟ مثل این که دلت خیلی از دست من پره. دلم پر نیست، توپم پره. الان هم منتظر یه جرقم که آتش بازی را بندازم. برادر خواهر این هم دیگه این. تون میرین اما بی احتیاط. رک میگین ولی بی معنا. مرتی که معنی حرفم تو مرگ مادرم و حبس پدرم. فکر کردی خبر ندارم شما رو بابا اون تو دادی به بهزاد؟ ببین آقا سینا، گذشته هر چی بوده گذشته. من الان یه بیزینس تازه را انداختم. گفتم اگه خواهرت بیکاره ازش دعوت به کار کنم. شمارش رو گرفتم، خاموش بود. برای همین با تو تماس گرفتم. حالا گوشی رو بده به ارقوان. خانم آذرنیا. خیلی خوب. خانم آذرنیا، گوشی رو بده بهش، میخوام باهاش حرف بزنم. الان ایشون ایران نیستن. یه دومایی هستش که با همسرشون رفتن خارج از کشور. همسرش؟ مگه ازدواج کرده؟ شما خبر نداشتین؟ شهرمنده یادمون رفت فراتون کارت دعوت بفرستیم. طرف کی هست؟ من میشناسم؟ نمیدونم، شاید بشناسینش. آقای داوودی، موکل سابقتون. واقعا؟ مبارکه. پس به سلامتی وکیل پرونده شد، شریک پرونده. البته دیگه الان وکالتی در کار نیست. به لطف شما پروانه وکالت خانم آذرنیا باطل شد. اتفاقا منم به لطف ندونم کاریای خواهر شما چند وقتی از کار معلقم. به خاطر همین تغییر شغل دادم. پس این که میگن چاکن تا چای همینه. دیگه شمارات روی گوشیم نبینم. شیفم شو. آقای مهندس. بله. میز و صندلی‌ها رو کجا بذاری؟ همونجا دیگه، کجا بذاری؟ چش. الله اکبر، الله اکبر. هما، هما. بله. بیا واسه چه؟ اومدم. داشت نماز میخوند و داره میاد. سلام ارغوان. سلام، خوبین؟ ما خوبیم، شما چطورین؟ هما کجا رفت؟ تنکیو. هیچی، همینجاست هما خانم. من همینجا جونم. آقای دکتر خوبه؟ هن فریدونم آره خوبه. هسته دوم شیمی درمانی راضی بوده خدا رو شکر. اگه همینجوری پیش بره و همه چی به خیر و خوشی بگذره، ایشالله تا دو سه هفته دیگه مرخص میشه، برمیگردیم پیشتون. ایشالله. آقای دکتر میتونه حرف بزنه؟ حرف که چه عرض کنم، خودش خیلی اصرار داشت شما رو ببینه. اصلا بذار لپتاپو بیارم جلوتر ببینتتون. سلام آقای دکتر، خیلی مخلصیم. سلام آقای دکتر. ماشاءالله بزنم به تخت، رنگ و روتون واس شده. جاتون اینجا خیلی خالیه. راست میگه آقای دکتر. سینا بگو برای آلبومتون دارین از ارشاد مجوز میگیرین. آقای دکتر داریم کارهای آلبوم میکنیم، یه چند تا ترک هم ضبط کردیم. ایشالله وقتی برگشتین رو توشش میکنین، یه کار خوب میدیم بیرون. چه خوب. پس سینا چند تا از آهنگاتو واسه من ایمیل کن بذارم فریدون گوش کنه. سینا گلام، گلام چطورن؟ میگه گلام چطورن؟ خوبن، فقط از دلتنگی شما بغ کردن و قنچه نمیدن. همین. ان شاء الله شما میایین.
سایتون به سرشون میافته، باغتون میشه گلستون. امیدوارم گل خونه هم باشی. سپردم بشه خودتون. چشم سینا. سینا جان اما حالش خوبه؟ خوبه. شما اینجا کاری ندارین؟ نه قربونت برم، ما کاری نداریم. Excuse me, I have to prepare him for CTSCM. Yes, of course. فریدون جان آماده. سینا من باید قطع کنم. اومدم فریدون رو ببرم واسه CTSCM. هما. جونم هما. جونم. برای فریدون دعا کن خوب شه زودتر ایشالله. تا دلت پاک خدا سبت رو بشه. چشم. خدا. خدا. یعنی هنوز بهش نگفتم مریضیشیه؟ نمیدونم. دفلکی دکتر حقش نبودیم بلا سرش بیاد. زندگی خرج جان آقا مهندس، با بعد وعید نمیشه شکم زن بچه رو سیر کرد مهندس. درسته پدر جان، شما درست میگین، کار کردین حقتون رو میخواین، ولی الان بس فرق میکنه، کارخونه دوتا رو مشکل مالی شده، باید یه ذره صبر کنیم تا رو روال بیافتیم. شاید 10 ساعتون بکشه مهندس، ما هم اینجا سرمون رو بندازیم پای مفتی کار کنیم. آقا من گفتم مفتی کار کنین. آقا من یه سوال دارم از همه شما، شما بیکار بمونین بهتر یا طلبکار؟ طلبکار. آفرین، صد البته که طلبکار. آدم بیکار احساس پوچی هیچی میکنه، ولی آدم طلبکار احساس میکنه وجود داره. خواهش میکنم برگردین سر کارتون، پای کار وایسین، باید دست به دست هم بسازیم، همه چی هم درست میشه. مهندس جان چجوری درست میشه با این مشت دستگاه خراب و اسقاطی؟ چرخ کارخونه وایساده، نه تولید است نه فروش. ایشون داره درست میگه مهندس، ما که میدونیم همه دستگاه خرابه. بله. من قراره معجزه اتفاق بیفت. آقا شاید بیفت، اصلا چه معجزه ای بالاتر از صبر؟ خواهش میکنم از تک تکتون برید سر کارتون وایسین. بله آقای فروزانفر هم تشریف آوردن، من در اسرع وقت یک جلسه میذارم با مدیریت صحبت میکنم، به زودی تمام حقوق عقب افتاده تون رو میدیم. بفرمایید، خواهش میکنم سر کار بفرمایید. بفرمایید، خواهش عزیز من، بفرمایید من عرض میکنم خدمت شما. من بهت میگم آقای فروزانفر، آقای فروزانفر نمیشنوی دارم صدات میکنم. سلام، چطوری؟ ماشینت کو؟ سلام، هر کار کردم روشن نشد، این تاکسی اومده. چه خبره؟ اوضاع خوبی نیست بهزاد، دیر بجام این کارخونه تعطیله ها. با تو چه کاره این مسات؟ یه جوری رفع و رجوش میکردی دیگه. مرد حساب چه جوری رفع و رجوش کنم؟ همینجوریشم کلی آسمون ریسمون و هم بافتم رفتم سر کارشون. آقا آسمون ریسمون نداره، بهشون میگه آقا نداریم بدیم، با پاداش یهو بهتون میدیم. مرد حساب فکر کردی بچه‌م با یه شکلات گریهشون بند بیاد؟ رفتن امور مالی ته قضیه رو درآوردن، فهمیدن حساب خالیه، گرخیدن، دیگه نمیشه معطلشون کرد. دیگه نمیشه معطلشون کرد، برو حقیقتو بهشون بگو. بگو آقا ما دو ماه به زور تونستیم دو تا ثبت سفارش بگیریم، نصف دستگاه این کارخونه تعطیله، خرابه، پول نیست. منم سبب معجزه کنم که آقا من نمیگم تو معجزه کن که داداش من، من میگم تو این اوضاع احوال بیا چهار تا کلمه براشون حرف بزن، مثلا مدیریت بحران کن. مدیریت بحران کنن؟ آره. خیلی خوب، همشون برمیگردن سر کارشون، هر کیم نمیخواد به سلامت جای دیگه کار کنه. چی جای دیگه کار؟ اینشون مدیریت بحران. آقا جان هر مشکلی یه راه حلی داره، شما بهتره به جای که صورت مسئله سلام صورت مسئله رو پاک کنی به فکر یه جواب منطقی باشی. آقا شما منطقی هستی، ماشاءالله حاضر جوابم هستی. خب بگو، بگو جواب چیه عزیز من. سلام خانم، چرخ این کارخونه خوشه، نیاز به گریسکاری داره، باید بهش پول تزریق کنی. آره از کجا منتها؟ از بانک. پس وام تسهیلات و تجهیزات واسه چی گذاشتن؟ واسه همین روزا است دیگه. وام؟ آره. خب اگه امکان گرفتنش بود پس چرا عموم نگیره؟ خب بالاخره بهزاد جان وام هزار تا دنگ و فنگ داره، مراسم کاغذ بازی داره، وثیقه میخواد، ضامن میخواد، از همه مهمتر زمان میبره. شدنی نیست. واسه چی شدنی نیست؟ اولا به همون دلیلی که خودت گفتی، زمان میبره و ما فرصتشو نداریم. از همه مهمتر سند کارخونه به نام کیه؟ به نام عمو. عمو هم در قید حیات نیست. چی میخواد؟ برگه انحصار وراثت که من و شما نداریم. بله قانونا اینجوریه، ولی بالاخره یه استثناءاتی هم هست. چه استثناءاتی؟ بابا لحظه من. ای بابا ببین داداش، تو لب تر کنی و
من اینجا برای 10 تا کار چاخکن ردیف میکنم که با یه پورسانت جزئی میتونی یه وام چند میلیاردی رو خارج نوبت برات بگیره، تازه اونم با سود کم و اقساط طولانی مدت. چطور، خوبه؟ که بعدش به جرم زیرمیزی و رشوه بگیرم بندازنم اون گوشه هلفتونی ها؟ نه، نمیخوام از چاله در بیام بیفتم تو چاه آقا منو چه ورشکسته بشیم؟ بهتر از اینه تا سرشکسته بشیم. مرد نازنین، تاجر باید دل شیر داشته باشه. تاجر باید دل شیر داشته باشه، نه مغز خر. شما آقا منو چه، اگه راه درستی پیش روی من میتونی بذاری بذار. بله. ببخشید جناب فرزافن، چند تا نامه است باید امضا کنید. بفرم. ای داده بیداد، خدا رحمت کنه آقای فرزافن. خانم احمد یادتونه انگار همین دیروز بود تو همین کارتابلو از آقا امضا میگرفتیم؟ بله، خدا رحمتشون کنه. ایشالله هرچی عمرمونه بقای خاک آقا بهزاد باشه. چی میگم؟ میگم ایشالله نمیخواد درستش کنیم. شما به فکر مشکلات کارخونه باش. تمام بخوام جمعست بفر مچنکم خواهش ما ببینم تو حرف نزدی میمیری. آره 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 راست میگه. چه سوالی بود من کردم؟ بذار بیا این پولی که بهت ارث رسیده رو بزن به زخم کارخونه تا یه ذره مشکلات اون حل شه، بعد که اوضاعمون جفت و جور شد تا من اندازه پولت سودتو میبری. آقا منو چه، اولا من مدیر این کارخونم نه صاحب کارخونه که بخوام پولمو بیارم بریزم این تو مشکلات حل شه بعد همه یادشون بره من بودم دنبال پولم. ترسانی عزیز من، با یه قاشق ماست که نمیشه دریا رو دوغ کرد. بعدم قربونت برم برای پولای من نقشه نکش، من قبلش نقشه ها رو کشیدم. چه نقشه؟ چی کار داری تو؟ فکر کن میخوام بزنم تو کار ساخت و ساز طراحی داخلی. کدوم خواستم، کدوم جنون، کدوم عشق؟ شاید خیلی از این حرفا دروغه، تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، هوس هایی که دامن گیر میشه، میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه. نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بی عشق میشه، فقط کاش بین این حسای مبهم بفهمم آخرش چی عشق میشه. حرفی که نگاهی نمیگفته و میگفته اتفاقیه که گاهی